درود بر شما همراهان عزیز و جویای علم و سلامتی. خیلی تشکر میکنم از پیام هایی که در ویدیوی قبل برای ما نوشتید و بسیار کمک کردید تا مطالب کامل تر بشه. امروز قصد داریم درباره این صحبت کنیم که بیماری سرطان میتونه از چه موارد کوچک و شاید از نظر ما پیش پا افتاده‌ای به وجود بیاد. اگر بیمارانی که امروز بر تخت بیمارستان خوابیدن این موارد رو میدونستن، شاید هیچگاه به سرطان دچار نمیشدن. قبول دارم که زیاد شدن آلاینده ها و سم های کشاورزی جدید باعث شده خود به خود در معرض خطر ابتلا به سرطان باشیم، ولی باید بتونیم راهکارهایی پیدا کنیم که تا حد زیادی از سرطان پیشگیری کنیم. مواردی را که قصد دارم برای شما نام ببرم نتیجه 20 سال تحقیقات دانشمندان روی بیماری سرطانه. این دانشمندان متوجه شدند که درصد زیادی از سرطان‌ها بر اثر عوامل بسیار ساده‌ای به وجود میاد که ما هر روز به راحتی و بدون توجه از کنار اونها میگذریم. بعد از سالها تحقیق این نتیجه حاصل شده که پیشگیری از این بیماری بهترین روش پیروزی بر اونه. واقعیت اینه که ما هر روز با غذاهایی که میخوریم و کارهایی که انجام میدیم بدن خودمون رو سرطانی میکنیم. اما اگر یک بدن سالم داشته باشیم میشه از رشد غیر طبیعی سلولهای سرطانی پیشگیری بشه. حالا بیایید با هم 10 عاملی رو مرور کنیم که باعث ابتلا به سرطان میشه و شاید ما هیچ وقت نمیدونستیم که این کارها میتونه خطرناک باشه. عامل سرطانزای شماره اول پوشیدن کفش‌های پاشنه بلنده. عجیبه نه؟ حتما از خودتون میپرسید چه ارتباطی میتونه وجود داشته باشه. جالبی که بتونید وقتی بدن در برابر یک محرک آزاردهنده مانند باکتری، آسیب و یا جراحت قرار بگیره، باعث ایجاد تورم در بدن میشه. یعنی تورم یک فرایند طبیعی برای درمان اون چیز آزاردهنده است. اما زمانی که این تورم همیشگی باشه بسیار مخرب میشه. وقتی شما به بیماری های نظیر دیابت، آلزایمر و بیماری های قلبی دچار میشید، بدن دچار تورم های مزمن خواهد شد. برای همینه که افراد مبتلا به این بیماری ها ریسک سرطان درشون بالاتره. سرطان در واقع از زمانی ایجاد میشه که ژن‌های بدن دچار نقص و آسیب بشه. در بعضی مواقع بعد از آسیب بدن سعی در ترمیم داره، اما زمانی که این عامل مانند تورم حالت دائمی به خودش بگیره، بدن مجبور وقت زیادی رو صرف برطرف کردن اون کنه و به همین دلیل از ترمیم ژن‌های آسیب دیده اجتناب میکنه. وقتی زنان کفش پاشنه بلند میپوشن، مفاصل پا رو مدام در معرض آسیب و تورم قرار میدن و توجه بدن به این تورم جلب میشه. در این زمان سیستم ایمنی به جای درمان ژن‌های آسیب دیده مجبور بخش زیادی از توجه خودش رو معطوف به اثرات جانبی کفش‌های پاشنه بلند کنه. عامل سرطانزای شماره دوم سرماخوردگیه. بیماری های مانند سرماخوردگی و آنفولانزا هم باعث ایجاد تورم های زیادی در بدن میشن. این بیماری ها نه تنها باعث ایجاد تورم های بسیاری میشه، بلکه آسیب هایی رو به وجود میاره که تا مدت ها باقی میمونن. برای مثال هنگام ابتلا به سرماخوردگی مقدار زیادی از مواد شیمیایی به نام سیتوکین ها در بدن ترشح میشن که به سلول ها فرمان میدن فعالیت طبیعی خودشون رو متوقف کرده و به جای اون پروتئین خاصی رو تولید کنن. این فعالیت ها میتونه باعث ایجاد نقص هایی در سلامت ما بشه که تا 10 سال بعد هم اثرات اون باقی میمونه. اما در سال 2010 دانشمندان متوجه شدن افرادی که هر سال واکسن های سرماخوردگی و آنفولانزا میزنن نه تنها از ابتلا به این بیماری پیشگیری میکنن، بلکه احتمال ابتلا به بیماری های قلبی و سرطان هم درشون کاهش پیدا میکنه. اگر سرماخوردگی بیش از 2 هفته طول بکشه، خطر ابتلا به بیماری هایی مانند چاقی، حمله قلبی، سکته و سرطان هم تا آخر عمر زیاد میشه. بنابراین اگر نمیتونید از واکسن های سرماخوردگی استفاده کنید، بهتره حتما بهداشت رو رعایت کنید و تا حد امکان از افراد مبتلا فاصله بگیرید. عامل سرطانزای سوم مکمل ها و مولتی ویتامین ها هستند. فقط افراد مبتلا به کمبود ویتامین و مواد معدنی و زنان باردار مجاز به استفاده از مکمل هستند. در سال 2010 آژانس تحقیقات سلامت ایالات متحده با بررسی 63 تحقیق گسترده به این نتیجه رسید که استفاده از مولتی ویتامین ها هیچ تأثیری در پیشگیری از ابتلا به سرطان و بیماری قلبی در بین اکثر مردم جهان نداره. در عوض استفاده از بعضی از مکمل ها مانند ویتامین ای و بتا کاروتن و ویتامین سی میتونه به بدن آسیب وارد کنه و خطر ابتلا به بیماری ها را افزایش هم بده.
بسیاری از مردم معتقدند آنتی اکسیدان هایی مانند ویتامین ای میتونه با رادیکال های آزاد و مضر بدن که بر اثر عواملی مانند سیگار کشیدن، نور آفتاب و مصرف غذاهای چرب به وجود میان مبارزه کنند. اما حقیقت اینه که از بین بردن کامل این رادیکال های آزاد کار درستی نیست. بدن در بعضی موارد این رادیکال های آزاد رو تولید میکنه تا با سلول های مضر از جمله سلول های سرطانی مبارزه کنه، اما شما با مصرف دائمی ویتامین ها این مکانیزم رو متوقف میکنید. بدن توانایی طبیعی کنترل خودش رو از دست میده. بنابراین بهتره به جای اینکه پول خودتون رو صرف خرید مکمل های گران قیمت کنید، غذاهای سالم و با کیفیت بهتری رو تهیه کنید. عامل سرطانزای شماره 4 غذا و خواب نامنظمه. افرادی که هر روز در یک ساعت مشخص غذا میخورن، به تخت خواب میرن و صبح از خواب بیدار میشن، میزان فشار به بدن خودشون رو به حداقل میرسونن. یکی از مواردی که بدن ما به شدت بهش نیاز داره، داشتن برنامه منظم و یک نواخته. باید خواب منظمی داشته باشید و اگر یک شب دیر به رخت خواب رفتید، سعی کنید روز بعد در همون ساعت معمول و همیشگی از خواب بیدار بشید. نداشتن برنامه خواب و غذای منظم میتونه باعث افزایش شدید هورمون های استرس به نام کورتیزول در بدن بشه و در دراز مدت اثرات اون در سراسر بدن قابل مشاهده است. عامل سرطانزایی شماره 5 اجتناب از مصرف برخی از داروهای خاصه. استاتین ها که پایین آورنده کلسترول خون هستند به افرادی تجویز میشه که در معرض خطر ابتلا به بیماری های قلبی هستند. انجام بعضی از تحقیقات نشون داده استفاده از این داروها نقش بسیار مهمی در پایین آوردن میزان تورم در بدن داره و میتونه احتمال ابتلا به بسیاری از بیماری ها رو کاهش بده. به همین دلیل بیشتر افراد بالای 40 سال که ریسک های ابتلا به بیماری های مانند چاقی، سابقه خانوادگی و فشار خون بالا رو دارن، باید با مشورت پزشک از این داروها حتما استفاده کنن. در صورت عدم مصرف بدن دچار تورم های خیلی زیادی میشه. مطالعات بیشتر نشون داده که استفاده از این داروها نه تنها خطر ابتلا به بیماری های قلبی رو کاهش میده، بلکه احتمال خطر مرگ بر اثر بیماری های غیر قلبی مانند عفونت ها و بیماری های تنفسی رو هم کم میکنه. عامل سرطانزای شماره 6 دهانشویه ها. مطالعه ای که از اواخر دهه 70 میلادی انجام شده نشون میده که دهانشویه ها که حاوی اتانول هستند خطر ابتلا به سرطان های دهان را افزایش میدن. به نظر میرسه این ترکیب باعث آسیب پذیر شدن بافت های دهان در برابر عوامل سرطانزا مانند دود سیگار میشن. هرچقدر میزان الکل موجود در این مواد بیشتر باشه، به همون اندازه خطر سرطانزا بودنش هم بیشتره. اگر اصرار دارید از این محصولات استفاده کنید، نباید اجازه بدید دهانشویه وارد معده شما بشه و اونا قورت ندید. افراد سیگاری و اشخاصی که دارای سابقه خانوادگی ابتلا به سرطان‌های دهان هستند، بهتره حتما نمونه‌های بدون الکل این نوع محصولات رو خریداری کنند. عامل سرطانزای شماره 7 استفاده از رنگ موی. زنانی که به طور دائم از رنگ مو استفاده می کنند، بیشتر از دیگران در معرض خطر ابتلا به سرطان مثانه قرار دارند. زنانی که حداقل یک بار در ماه موهاشون رو رنگ می کنند، با احتمال 2 بیشتر از زنان دیگه ممکنه سرطان مثانه رو تجربه کنند. اگر استفاده از این محصولات بیشتر از 15 ادامه داشته باشه، باید گفت احتمال ابتلا به سرطان تا 3 بیشتر میشه. حتی آرایشگرانی که خودشون از این محصولات استفاده نمی کنن اما در معرض اونها قرار دارن، با احتمال 50% بیشتر ممکنه به سرطان مثانه دچار بشن. عامل سرطانزای شماره 8 نشستن های مداومه. شاید عجیب به نظر برسه اما علت ابتلای درصد زیادی از افراد به بیماری سرطان نشستن های طولانی مدته. این کار میزان تریگلیسیرید، فشار و قند خون را افزایش میده و ترشح هورمون اشتها را هم زیاد میکنه. تحقیقات انجام شده توسط جامعه سرطان ایالات متحده در سال 2010 نشون داده نشستن بیش از 6 ساعت در روز، درست به اندازه سیگار کشیدن و حتی بیشتر از اون میتونه به سلامت انسان آسیب وارد کنه. البته زنان بیشتر از مردان بر اثر نشستن‌های طولانی مدت آسیب می‌بینند که دلیل احتمالی اون هم فعالیت هورمون‌های زنانه مانند استروژنه.
برای مثال زنانی که عادت به نشستن‌های طولانی مدت دارند با احتمال 37% بیشتر از زنانی که کمتر از 3 ساعت در روز می‌شینند ممکن است ظرف 13 سال آینده به سرطان دچار بشن. این آمار برای مردان حدود 18% که نشون میده میزان خطر برای اونها کمتره. عامل سرطانزای شماره 9 آب میوه ها هستند. قبلا تصور میشد که نوشیدن یک لیوان آب میوه بهترین روش برای شروع روزه. اما دانشمندان معتقدند مصرف بعضی آب میوه ها نه تنها مفید نیست بلکه خطر مبتلا شدن به سرطان رو هم افزایش میده. آب میوه های صنعتی به قدری شکر دارند که بدن رو برای جذب و حتی دفع این مقدار با مشکل مواجه میکنند. در حقیقت طی روند تولید و بسته‌بندی آب میوه ها بخش زیادی از ترکیبات ضد سرطان اونها از بین میره. دانشمندان استرالیایی تصمیم گرفتن تاثیر میوه ها، سبزیجات و انواع مختلفی از آب میوه ها رو در پیشگیری از سرطان بررسی کنند. بعد از انجام تحقیقات روی 2200 نفر اونها متوجه شدند خوردن میوه هایی مانند سیب، گلابی و سبزیجاتی مانند گل کلم و کلم بروکلی احتمال ابتلا به سرطان رو کاهش میده و در عوض نوشیدن آب میوه های صنعتی این احتمال رو زیادتر میکنه. این تحقیقات همچنین نشون داده افرادی که بیش از 3 لیوان در روز از این آب میوه ها مصرف می کنند با احتمال بیشتری به یکی از انواع سرطان های روده هم دچار می شن. در هنگام تولید آب میوه های صنعتی بخش مهمی از مواد ضد سرطانیشون مثل فیبر، ویتامین سی و مواد شیمیایی موسوم به آنتی اکسیدان ها از بین میره. در عوض شکر زیادی در این آب میوه ها مصرف میشه که ممکنه به رشد تومورهای سرطانی کمک کنه. البته آب میوه های طبیعی هم قند بالایی دارن، اما به دلیل داشتن مواد ضد سرطانی استفاده از اونها به انواع صنعتی و دیگر نوشابه ها ارجحیت داره. و عامل سرطانزای شماره 10 استفاده زیاد از شبکه های اجتماعی. استفاده از سایت های اجتماعی باعث کاهش میزان ارتباطات چهره به چهره میشه و در عوض احتمال ابتلا به بیماری های بسیار جدی را افزایش میده. منزوی شدن انسان ها باعث تغییر شیوه کار ژن های بدن، سیستم ایمنی و حتی رگ های خونی میشه و عملکرد مغز رو هم تحت تاثیر قرار میده. این عامل میتونه احتمال ابتلا به بیماری های خطرناک مانند سرطان، سکته، بیماری قلبی و آلزایمر رو افزایش بده. تحقیقات نشون میده از 3 سال پیش به بعد مردم زمان کمتری رو برای ملاقات های رو در رو صرف میکنن. این کار باعث کاهش ترشح هورمون اکسیتوسین یا هورمون علاقه میشه. و همینطور فعالیت بعضی از ژن‌های بدن رو که در سیستم ایمنی و محافظت از بدن تأثیر دارن رو هم تغییر میده. امروز والدین زمان کمتری رو در مقایسه با 10 سال پیش با فرزندان خودشون سپری می‌کنن و همسران هم بخش زیادی از ساعت شبانه روز رو در کنار هم نیستن. همراهان گرامی، اگر از مواردی آگاهی دارید که میتونه جلوی ابتلا به سرطان رو بگیره، لطفاً برای ما و دوستاتون دربارش بنویسید. اگر هم کلیپ مفید بوده، حتماً با دوستاتون به اشتراک بذارید. تا یک برنامه دیگه، خداوند یارتون.